صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با اشاره به شرایط اسواری در یمن این کشور را خطرناکترین منطقه دنیا برای کودکان ارزیابی کرد به گزارش شی هنری هنریافور مدیر اجرای یونیسف با کلماتی دراماتیک شرایط اسفواریه در یمن را توصیف کرده و گفته این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد وی گفته است از هر ده نفر در این کشور هشت نفر به حمایت های بشر فوری نیاز دارند که در بین آنها دوازده میلیون کودک هستند. فور تاکید کرده که بزرگ شدن این کودکان با یک کابوس وحشتناک برابر شده است. سایر سازمان های امدادی مانند صندوق نجات کودکان نیز ارزیابی مشابهی درباره شرایط یمن دارد. این سازمان امدادی یمن را خطرناکترین منطقه جهان برای دختران و پسران عنوان کرده است بر اساس اطلاعات یونیسف در هر ده دقیقه یک کودک در اثر بیماره های قابل پیشگیری در این کشور جان خود را از دست می دهد دو میلیون کودک در این کشور به مدرسه نمی روند و هزاران نفر هم جان خود را از دست داده یا معلول شدند بر اساس آمارها بیش از دو میلیون کودک در این کشور به شدت دچار سوء تغذیه شدن و برای حدود 360 هزار کودک زیر پنج سال این کشور گرسنگی به تهدیدی برای زندگی تبدیل شده است اکثر یمنی ها هیچ پولی برای هزینه های درمان و تهیه غذای مورد نیاز خود ندارند از این رو بسیاری خانواده ها از رفتن به بیمارستان در زمان بیماری اجتناب می به دنبال حمله اطلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی به یمن اقتصاد این کشور ویران شده و خانواده های فقیر به سختی می توانند از پس مخارج زندگی خود برایند خدمات اساسی و زیرساخ های غیر نظامی بیمارستان ها مدارس و آب آشامیدنی و بهداشت به شدت دچار فروپاشی شده و تمامی تلاشها برای خاتمه دادن به این جنگ ویرانگر تا به حال شکست خورده است